سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. چطور میتونیم تشخیص بدیم یک نفر باهوشه؟ آیا موارد خاص و مشخص شده ای وجود دارن که بتونیم سریع با در نظر گرفتن اونها مشخص کنیم طرف مقابل باهوشه یا نه؟ این سوالی بود که دانشمندان دهه های متوالی در پی به دست آوردن پاسخ اون بودن. دانشمندان امروزه پاسخ اون رو پیدا کردن. اما چیزهایی رو به عنوان پاسخ به دست آوردن که اگر به محققین 10 سال پیش ارائه می دادن به اونا می خندیدن. می دونید چرا؟ در دنیای واقعی هوش چیزی فراتر از IQ ما انسان هاست. IQ فقط مشخص می کنه ما در زمان معینی، در روز معینی، در محیط معینی سوالاتی که از ما پرسیده شده رو به نسبت مشخصی از هوشمون پاسخ دادیم. IQ نمیتونه مشخص کنه آیا شما باهوش هستید یا نه. برای مثال دانشمندان و حتی ثروتمندان بزرگی در دنیا بودن که نتیجه IQ اونها فوق‌العاده بد بوده. از طرف دیگه، افراد عادی زیادی در زندگی میبینیم که رتبه IQشون بالاست اما هیچ دستاورد خاصی در زندگیشون نداشتن. پس یعنی IQ مهم نیست؟ شاید نه. خب چه چیزی مهمه؟ هوشتون. اینکه چطور بتونید از ذهنتون استفاده کنید به مراتب مهمتر از نتیجه پاسخ‌دهی به چند سال ریاضی جهت محک زدن IQ‌تونه. یکی از جالب‌ترین چیزهایی که دانشمندان امروزه در مورد ذهن کشف کردن اینه که هنگامی که شما در حال مدیریت یک وضعیت بحرانی هستید، به مراتب بیشتر از زمانی که در حال حل کردن سوالات ریاضی سخت هستید، هوش شما درگیره و قابلیت‌هاش رو در اختیارتون میگذاره. در این برنامه می‌خوایم به بررسی 9 عامل روانشناسی و کاملاً علمی بپردازیم که اگر شما همونها رو داشتید، میتونید مطمئن باشید باهوش هستید و هیچ نیازی به تست IQ ندارید. حالا از کجا بدونید چقدر باهوش هستید؟ کافیه این 9 نشانه رو داشته باشید. هر کدوم از این 9 مورد دارای پشتوانه علمی هستند. اما توضیح کامل هر کدوم از حوصله این برنامه خارجه. بنابراین به توضیح مختصری از هر کدوم پرداختیم. نشونه شماره 1. شما سیگار نمی کشید. در سال 2010 یک تحقیق توسط دانشمندان اسرائیلی انجام شد که میزان IQ 20,000 جوان رو با عادت سیگار کشیدن اونها مقایسه کردند. نتیجه این تحقیق در روزنامه دیلی میل چاپ شد که به این شرح بود. متوسط IQ سیگاری های بین 18 تا 21 سال 94 و غیر سیگاری ها 101. افرادی که بیش از 1 پاکت سیگار در روز می کشن IQ کمتر از 90 دارن و برادران و خواهران دوقلویی که سیگار نمی کشن IQ بیشتری از اونهایی که سیگار می کشن دارن. حالا آیا فکر می کنید سیگار کشیدن کار هوشمندانه ایه؟ نشانه دوم، شما دوره های آموزش ساز رفتید. تحقیقات نشون داده موسیقی باعث میشه ذهن کودکان دستاوردهای متفاوتی داشته باشه. برای مثال در تحقیقی که سال 2011 انجام شد، نبوغ کلامی کودکان بین 4 تا 6 سال فقط 1 ماه پس از کلاس های موسیقیشون شکوفا شد. در تحقیقی که سال 2004 انجام شد، مشخص شد کودکانی که به مدت 9 ماه کلاس پیانو رفتن، IQ اونها به میزان کودکانی که به کلاس تئاتر رفتن رشد بیشتری کرده. نشانه شماره 3. شما بزرگترین فرزند خانواده هستید. بزرگترین فرزند هر خانواده معمولاً باهوشترینه، اما نه به خاطر ژنتیکشون. گزارشی که مجله نیویورک تایمز منتشر کرد، ذکر کرده که تحقیقات دانشمندان نشون داده فرزند بزرگتر از خواهران و برادران خودش در یک خانواده معمولاً هوش بالاتری داره، اما هیچ فاکتور بیولوژیکی در این امر دخالت نداره. معمولاً فرزندان اول هر خانواده میل بیشتری به موفق شدن نسبت به فرزندان دیگه دارن. نشانه 4. شما لاغر هستید. تحقیقات یک تیم فرانسوی در سال 2006 بر روی 2200 فرد جوان به مدت 5 سال نتایج جالبی رو به دست آورد.
این تیم تحقیقاتی کشف کرد هر چقدر مچ دستان و پاهاتون بزرگتر و حجیم‌تر باشه، به همون میزان قابلیت شناختی و درک محیطیتون کمتره. روزنامه تلگراف بعداً نقل کرد افرادی که در آزمون روانشناسی غیر مستقیم شرکت کردند و قرار بود کلماتی رو حفظ کنن، اونهایی که اضافه وزن بیش از حد معینی داشتن فقط تونستن 44% از لغت‌ها رو حفظ کنن، اما اونهایی که اضافه وزن نداشتن و به اصطلاح خوش‌اندام بودن تونستن بیش از 56% از لغات رو حفظ کنن. به هر حال از قدیم الایام گفتن عقل سالم در بدن سالمه. نشانه پنجم، شما گربه نگهداری میکنید. تحقیقی در سال 2014 انجام شد که نتیجه اون مشخص کرد افرادی که سگ نگهداری میکنن افراد اجتماعی تری هستن نسبت به افرادی که گربه نگهداری میکنن. اما قسمت جالب ماجرا اینجاست، افرادی که گربه نگهداری میکنن در تست هوش رتبه بیشتری آوردن. دلیل اون خیلی ساده بود، افرادی که سگ نگهداری میکردن احساس میکردن باید بیشتر زمانشون رو بیرون از خونه سپری کنن، با مردم ارتباط برقرار کنن، در محیطهای باز قرار بگیرن. اما افرادی که گربه داشتن احساس میکردن نیازی نیست بیشتر وقتشون رو بیرون از خونه سپری کنن. اونها در خونه میمونن، کتاب میخونن، فکر میکنن و موسیقی گوش میدن. نشانه ششم، شما در کودکی از شیر مادر تغذیه کردید. بیش از 3000 کودک بریتانیایی و نیوزیلندی در تحقیق شرکت کردند که میزان هوش اونها رو با مدت زمانی که از شیر مادر باید تغذیه کنن مقایسه میکرد. این تحقیق توسط دانشگاه داک انجام شد. نتیجه این تحقیق جالب بود. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کردن، ژن FADS2 اونها پرکار بود. این ژن در واقع مشارکت داشتن اسید چرب شاهراهای DNA. روانشناس دانشگاه ایلینویز شیکاگو جولیان کوهن میگه این ژن به کودکان کمک میکنه از شیر مادر بهترین استفاده رو ببرن و در ساختن سلولهای ذهنی از اون کمک بگیرن. در سال 2007 هم تحقیقی دیگه رابطه بین این ژن، شیر مادر و آیکیو رو ثابت کرد. پس اگر در کودکی از شیر مادر تغذیه کردید، احتمالاً امروز باهوشتر از دوستان شیر خشکیتون هستید. نشونه شماره 7، شما دوستان ثابت زیادی ندارید. تحقیقاتی در سال 2001 بر روی 2000 فرد مطرح، مشهور، با نفوذ و موفق انجام شد که نتیجه اون فوق‌العاده جالب بود. تقریباً 89% افرادی که موفق بودن دوستان ثابت زیادی نداشتن. اونها شبکه دوستی فوق‌العاده بزرگی داشتن، اما دوستان ثابت و همیشگی کمی داشتن. در تحقیقی دیگه که توسط دانشگاه هاروارد انجام شد، مشخص شد افرادی که تمایل بیشتری به آزادی فردی دارن، معمولاً تمایل بیشتری به پرورش قابلیت‌های شخصیشون دارن. نشانه هشتم، شما چپ دست هستید. در یک برهه زمانی دانشمندان نتیجه تحقیقاتشون رو اینطور توجیه کردن که افراد چپ دست تمایل بیشتری به خلاف کردن دارن. اما تیم تحقیقاتی بزرگتری به رهبری ماریا کونیکووا بر روی 2000 فرد چپ دست آزمایشاتی انجام دادن که در نسخه ای از مجله نیویورکر در سال 1995 به چاپ رسید. به هر میزانی که افراد چپ دست در گروه ها و تیم های مردانه شرکت کنن، به همون اندازه حس خلاقیت و بینش تیم بیشتر میشه. شاید جالب باشه اگر بدونید افراد چپ دست در موسیقی و طراحی و ساختمانسازی به مراتب بهتر از رشته های دیگه عمل میکنن. نشونه نهم، شما قد بلند هستید. همانند چپ دست بودن، قد بلند بودن هم رابطه تنگاتنگی با هوش بالا داره. دانشگاه پرینستن در پی تحقیقاتش ثابت کرد قبل از 3 سالگی، یعنی قبل از دوران مدرسه و زمانی که مدرسه هیچ دخالتی بر هوش کودکان نداره، کودکانی که قد بلندتر از دیگران بودن در تست‌های هوش بهتر عمل کردند. حالا یه سوال، شما چند مورد از این 9 مورد رو داشتید؟ اگر می‌خواید با روش‌های سریع و عجیب برای افزایش هوشتون آشنا بشید،
بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینید. یادت باشه زندگی وقتی به جاهای سختش میرسه بازنده میگه چرا من؟ اما برنده میگه با بد کسی در افتادی. پیروز و سربلند باشید.